با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC اسد زرین‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن تماشا میکنن. بله. خب آقای دکتر ما فصل تابستون شده و مردم معبر مسافرت میکنن. فصل مهاجرت هم هست. سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه؟ مسلمه که همیشه بعد از کرونا مردم به فکر مهاجرت بیشتر افتادن و خب با توجه به اینکه عزیزان ما در ایران دارای سرمایه خوبی هستن میتونن که در برنامه‌های مهاجرتی کشورهای مختلف اقدام بکنن. نزدیکترین ما که خب آمریکاست. تو آمریکا چجوری؟ خب برنامه سرمایه‌گذاری که ما درش دخالت داریم و کمک میکنیم به عزیزانمون، خب همون برنامه سابقه که افراد میباید که مبلغ 800 هزار دلار رو به عنوان سرمایه‌گذاری ارائه بدن برای مدت 5 سال. این پول باید در دست شرکت‌ها و طرح‌های مختلفی که دولت آمریکا تعیین کرده و یا ارگانیزیشن‌های مختلفی هستن که مورد تاییدشون هستن، اونها باید سرمایه‌گذاری بشه و بعد از 5 سال میتونن درخواست برگشت اصل پول رو بکنن به اون. معمولا تقاضای برگشت میکنه یا اینکه دیگه داره پول میسازه در سرمایه گذاری که داره جواب میده، خب بذار ادامه بده دیگه، ادامه بدن. آره، اما بحث الزام نی هست، چون الزامن این پول رو گذاشته اونجا. مثلا که مثلا خب فرد ممکنه که بخواد از استفاده تو بیزینس های خاص خودش یا بخواد که واسه منزل استفاده کنه. یعنی تو قسمت های مختلف من دیدم که افراد این پولا رو درخواست کنن برمیگرده، به ندرت دیدم که پول رو نگه میدارن. وقت خود دولت آمریکا اینو در یک بخش هایی که به اصطلاح زیاد سود ده نباشه، یعنی تمایل نداره که یه چنین کاری بکنه واسه یه چون میگه که بذار این بخش رو مثلا ما تقویت مالی بکنیم قوی تر بشه، یا اینکه اونا نگاه میکنن که چه بخشی سودآورتره در اونجا در اون زمینه سود یه سری طرح ها هست که سرمایه گذار وجود داره. سرمایه گذار اصلی که تو پلن هایی که ما تقریبا دستن در کار هستیم باشون کار میکنیم، این طرح های مختلفی رو ارائه میدن که مثلا بعضیشون هتل دارن و در سرتاسر دنیا مثلا هتل میسازن و مایلن که چند تا هتل رو در منطقه جدیدی از آمریکا درست کنن، یا طرح های مثلا رستوران هست یا مدارس هست یا خونه‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش سینیور هاوس هست. یعنی میخوام بگم بخش های مختلف وجود داره. در بخش تولید و کارخانه ها چطور؟ من کمتر دیدم بیشتر تو قسمت های اینجنینی دیدم که روی قسمت ها تنجبه لمه هست، به دلیل اینکه شما هتل رو میتونی ببینی و میدونی که از اولش تا آخرش چقدر چند تا کارمند استخدام میکنه، بودجه مشخصه، چقدر هزینه داره. این سرویس خدماتی بیشتر اینا بهتره که توش سرمایه گذاری میشه تا حدودی. و اینم میگم با کسایی که معتبرن، اعتبارات جهانی دارن ما کار میکنیم، نه با افرادی که مثلا تازه شروع کردن میخوان حالا یه بیزنسی بزنن ببینن چی میشه و اینا. نه با افرادی که چیز هستن ما چیز میکنیم، همکاری داریم. خب بحث هتل، بحث یا بحث‌های دیگه مالی که در قسمت مختلف هست رو به سرمایه‌گذاری ها نگاه میکنیم، با توجه به تجربه‌ای که داریم بررسی میکنیم امور مالیشون رو و خب بررسی میکنیم که اینا تا چند اندازه وایبله، تا چند اندازه معتبره، تا چند اندازه کمک میکنه و تا چند اندازه میکنه و تا چند اندازه افراد رو استخدام میکنه. با توجه به پارامترهای مختلفی که هست پس میذاریم میگیم اوکی ما تایید میکنیم این طرح رو. خب موکلان بر اساس تجربه‌ای که خودشون دارن، طرحایی که فکر می‌کنن خودشون مایلن که بیشتر روشون سرمایه گذاشته، اون طرح رو انتخاب می‌کنن. ولی خب با نظرتمون رو میگی لیستی داره؟ بله خود کلاینت انتخاب می‌کنه که مثلا من در این بخش بیشتر تمایل دارم. تا ببینید بعضی از موکلان هستن که در بخش هتلداری در ایران سابقه دارن یا در بخش توزیع مواد غذایی یا توزیع به اصطلاح کالا تجربه دارن.
خب اون مایلی که تو هم با توجه به تجربهش مایلی که در قسمتی سرمایه گذاری بکنه، در قسمتی پول بذاره که آشناس یا بتونه از اون قسمت کمک کنه که تجربهش اضافه کنه که اگر ویزاش هم گیره بخواد تو اون بخش فعال باشه. میتونه خودش هم در اون بخش به فعالیت بکنه در حالی که سرمایه گذاری کرده؟ در اون بخش میتونه فعالیت کنه، هیچ مانعی نیست، ولی استقلال از اونها خواهد داشت. یعنی واسه خودش یه شرکت مستقلی هم میزنه و میاد تو اون زمینه ای که فکر میکنه مایله با تجربه که داره تو اون زمینه میتونه شبیه اونو ادامه بده. ولی در اون سرمایه گذاری بدون تشخیص بسیار سرمایه گذار اصلی یا طراح طرح نمیتونه این کارو بکنه. به دلیل که طرح مال ایشون نیست. ایشون یک سرمایه گذاریه که بر اساس شرایطی که برای ایمیگریشنش هست بهش اجازه داشته یه مبلغ خاصی رو سرمایه گذاری کنه. بنابراین و هدف اون طرح اینه که مثلا پولی رو جمع آوری کنه به مبلغ مثلا 100 میلیون، 80 میلیون، 40 میلیون، 30 میلیون، با قیمت های مختلف داره. و مایلی که تو اون قسمت حالا که دارم چون از یک سرمایه خارجی استفاده میکنم مایلم که مثلا این تعداد سرمایه گذار خارجی بگیرم که اینها از ایران و کشورهای مختلف دیگه گرفته میشن و طرحها پول سرمایه گذاری میشه و کارهای قانونی شده. حداقل فرمانی 800 هزار دلار. بله. اگه اینا بخوان خارج از این کادر، از این برنامه برن جای دیگه فرض کن 2 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنن، جدایی از این بله. میتونن. ببینید این برای سرمایه در این قسمت سرمایه گذاری اصلا نکنن، برن سراغ یه بیزینس دیگه، یا اینکه این ملزمن که از نظر قانونی باید مشارکت داشته باشن. ببینید اینا عزیزان میتونن برن 2 میلیون 10 میلیون هر مبلغی که بخوان سرمایه گذاری بکنن، اما این طرحا تعهدات قانونی اینا رو در مقابل اداره مهاجرت آمریکا تضمین میکنه. بله. مثلا اگر این طرح مورد قبول واقع بشه و بیان میگن آقا شما قسمت سرمایه گذاریتون کردی، به اینها اطلاعات لازم رو از قسمت سرمایه گذاری ارائه بدن به دولت، دیگه دولت دنبال این نیست که اطلاعات بیشتری بخواد، چه هم اطلاعات به عنوان یه پکیج بهشون داده شده. ولی اگه بخوام برن بیان میگن اوکی ما حالا خودمون بریم یه سرمایه گذاری بکنیم، بخش مارکتینگ دارم، بخش استخدام دارم، بخش نوع سرمایه گذاری دارم، بخش ریترن پول دارم، همه رو دولت نگاه میکنه. بله. چون این طرح ممکنه یه دونه فاکتورش کم داشته باشه، 2 میلیون سرمایه گذاری ممکنه به نتیجه نرسی. بله. ولی تو این طرحی که از اول پیش بینی شده شما میگه اوکی من تعهد دادم 800 هزار دلار، این تعهدم انجام دادم، خب این طرحا برای اینکه بخوان دولتی رو بگیرن، تایید دولتی رو بگیرن، باید این سری ریکوایرمنت هایی رو میت بکنن، یه شرایط رو داشته باشن، واجد یه سری شرایط بشن، این شرایط رو این طرح ها از اول به دولت دادن و گفتن اگر ما بیایم اینجوری میکنیم دولت گفت که شرایط رو شما فراهم کردیم، کی میاد 800 هزار دلار سرمایه گذاری کنه؟ یعنی عملا شرایط فراهم شده است. بله. بنابراین اگر کسی مایله که 2 میلیون یا هر مبلغی بده، من توصیه میکنم یه مبلغشو برای این طرح سرمایه‌گذاری بذاره که دولت تایید تحت نظارت دولته؟ تحت نظارت دولت تایید شده به عنوان طرح سرمایه‌گذاری. شما تعهدات اقتصادی دیگه نداری، هیچ مشکلی نداری، بعد 5 سال هم میتونی درخواست بکنی که پولت بهت برگرده. بخش دوم روی چیه؟ روی قسمتیه که حالا که ما سرمایه‌گذاری کردیم به نتیجه‌مون برسیم. حالا شما اگه مایلید که برید در هر قسمتی، در هر فعالیتی بکنید، اصلا به کسی دیگه نباید گزارش بدید. بله. و این بزرگترین حسن این قضیه است. این سرمایه گذاری که از طرف دولت انجام میشه به صورت لیست هم داره. تعداد لیستی که هست یا بخشایی که سرمایه گذاری میتونه بکنه مثلا 50 تا 100 تا مشخصه؟ ببینید مطلبی که وجود داره اینه که در هر استانی یا هر ایالت آمریکا طرحهای سرمایه‌گذاری بستگی به این داره که مورد تایید دولت قرار بگیره و تعداد بستگی به تعدادی است که در اون استان هست. ممکن در یه استانی امروز یه طرحی بیاد و تعداد 10 نفر سرمایه‌گذار بخواد، یه طرحی ممکنه 500 تا سرمایه‌گذار بخواد. این طرحا دائم میاد و میره با توجه به اینکه متقاضیان زیادی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا وجود داره و محل به اصطلاح خوبی هست برای سرمایه‌گذاری کشور آمریکا، برای همین این طرح‌ها میاد و میره. ولی و دائما ما طرح‌های جدید داریم که هر طرحی میتونه
ده نفر رو بگیره، 20 نفر رو بگیره، 40 نفر رو بگیره، یا 100 نفر یا بیشتر رو بگیره، قبول کنه. بستگی داره که اون پروژه چیه. و خوبیش اینه که این پروژه دائم هستش در کشور آمریکا. یعنی در قسمت مختلفی که عرض کردم این طرح‌ها وجود داره و میتونه انجام بشه. و مسلمه که دولت یک طرحی رو انتخاب نمی‌کنه که آینده‌ای نداشته باشه یا موفق نشه. قطعا درش میبینی که مثلا سودآور هست، مفید هست و اون انتخاب میکنه. درسته؟ ببینید طرحی که مطرحه اینه که یک سرمایه گذار میخواد در مقطع اولیه. بله. سرمایه گذار اولیه که میاد طرح میده باید خودش پول بذاره که این طرح رو راه بندازه. بنابراین اون سرمایه گذار اولیه مایل هستش که طرحی رو بذاره که با شکست مواجه نشه. به دلیلی که بعد از 5 سال بعد پول باقی کسایی که تو بدن تو سرمایه گذاری کردن رو پس بده. بله. از این لحاظه که در این حال هم عامل ریسک هست که سرمایه گذار اولیه قبول کرده که این طرح رو انجام داره میده. یعنی ما عامل ریسک رو داریم در سرمایه گذاری. ولی با توجه به که سرمایه گذار طرح رو طوری انتخاب کرده، خودش هم شریکه، معمولاً سرمایه گذار این چنینی تو قسمت این چنینی به اصطلاح کاری سعی میکنن طرحهایی رو انتخاب کنن که عامل ریسکشون کمتر باشه. توی یه پروژه اگه میبینیم یه پروژه هست مثلا 100 میلیون دلاره، مثلا 20 میلیون دلارش رو میخوان از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنن یا 30 میلیونش رو میخوان خارجی استفاده کنن. برای همین 70%، 60%، 80% رودوش همون سرمایه گذار اولیه است و ریسک مال اوناست. بنابراین این نوع طرح‌ها ریسک کمتری رو سعی میکنن داشته باشن. ما نمیگم طرح بعضی همه طرح‌ها موفقیت آمیزه. چرا؟ بعضی طرح‌ها ممکنه موفقیت آمیز هم نباشه. بنابراین وجود ما باعث میشه که ما خودمون تحقیقات خاص رو انجام بدیم، پروژه‌هایی رو انتخاب کنیم که عامل ریسکشون خیلی کمتر باشه. ولی این سرمایه از بین نمیره. درسته؟ چون دولت متعهده که مثلا اون 800 تا رو برگردون دیگه. نه، دولت تعهد نداره، سرمایه گذار تعهد ضامن دولت. سوالم ضامن هم در آمریکا نیست. ضمانت های لازم رو دولت از پس ممکنه سرمایه از بین بره. ببینید وقتی که امکان داره به بین بره، ولی امکانش مثلا نیم درصد یا درصد. وقتی میگیم امکان اینه که عین این که شما وارد بلیت وقت آزمایی میشی، آیا بلیتت میبره؟ ولی 50 خیلی فرق میکنه. نه، منظور اینه که 50 میلیون نفر مثلا بلیتو میخرن، 40 میلیون نفر، همه که نمیتونن یه بلیتو ببرن که. بحث اینجا هم همینه که مثلا ما وقتی به انتخاب میکنیم درصد ریسکش کمتره. خب اینجا هم همینه، وقتی شما انتخاب میکنید پارتنرتو به عنوان پارتنر بین المللی که مثلا در سرتاسر دنیا داره هتل داره و حالا اومده در یه ایالتی داره در یک دانشگاهی که مثلا داره تجدید تصدیب شه، اومده یه هتل داره میزنه کنار دانشگاه، خب اونم ارزیابی خاص خودشو کرده. ممکن سود فراوان هم ببره. ممکن این ضربه شما بده که اون سرمایه‌تون رو نگه دارید، سود سهام بگیرید. به طبع، یعنی میخوام بگم که ما با کسایی کار نمی‌کنیم که تازه وارد مارکت شده باشن، بلد نباشن، حالا بخوان یه چیزی رو امتحان کنن. نه دولت این امکانو میده، نه به اصطلاح ما این اجازه رو میدیم. ولی در مجموع ما خودمون به عنوان بخش سرمایه‌گذاری تحلیل انتخاب میکنیم که مناسب باشه. در ضمنم بحث سرمایه‌گذاری یه بحثشه که پول به مبکر برمیگرده. تحصیلاتی که دولت آمریکا به متقاضی میده خوبه، اجازه میده که بچه‌هاش وارد آمریکا بشن، مثل یک کانادایی وارد تحصیلات بشن وقتی که اینا ویزای اقامت گرفتن، مثل یک آمریکایی، مثل یک آمریکایی، ببخشید، دقیقاً. و امکانات کاری این افراد میتونن حسابهای بانکی مختلف در جاهای بانک‌های معتبر آمریکایی باز بکنن، میتونن خونه در هر جای آمریکا بخرن. یعنی مثل دولت کانادا نیست که اگر شما وارد کبک سرمایه‌گذاری کبک کردیم باید برید تو کبک، اگر شما رفتید ساسکاچوان حتما باید تو ساسکاچوان بیزینس بزنید، حتما باید تو اون استان زندگی کنید. در آمریکا شما در هر ایالتی میتونید امکان انتخاب کنید. همانند یک شهروند آمریکایی همینجوری از حقوق اونجا برخورداره، هم خودتون برخوردارن، هم همسرتون برخورداره، هم فرزندانتون. بله. این بزرگترین نعمتیه که بله. میشه گفت تو این طرح‌ها وجود داره برای عزیزان ما که بتونن از این فرصت استفاده کنن، سرمایه‌گذاری کنن در طرح آمریکایی که بتونن هم خودشون رو نجات بدن، هم فرزندانشون رو نجات بدن، هم همسرشون رو نجات بدن، هم انبارشون رو نجات بدن. از همه جای دنیا میتونن اقدام کنن دیگه. بله.
بله، تمام از سر تا سر دنیا هر فرد میتونه برای این طرح اقدام کنه و ما میتونیم در خدمتشون باشیم. البته برای ایرانی ها مثل که گفتیم یه محدودیت هستش، کسانی که فرض کنید در سپاه پاسداران باشن یا عضو دولت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، اونا مثل که در لیست های مختلف که از محدودیت وجود داره برای افرادی که به عنوان خاطی شناخته شدن یا به عنوان تروریست شناخته شدن. خب این افرادی که به عنوان تروریست هستند دولت از نظر دولت آمریکا، اینها اجازه ندارن برای این طرح اقدام کنن، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران یا کابینه دولت ایران. یه لیست تحریم شده هست که این لیست رو احتمالاً شما در اختیار دارید یا ببینید وقتی که میگن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک ارگان تروریستیه، هر کس که عضو این سازمان باشه خود به خود شامل اون قابل میشه، یعنی عمل یا اگه بگن کابینه دولت ایران جزو که افرادی هستن که تروریستن، خب مسلمه که این افراد اگر بخوان اقدام کنن، آنه کسانی که واجد شرایط باشن و بخوان از این طریق بخوان سرمایه گذاری بکنن که مثلا واسه مهاجرت اقدام بکنن، بلا فاصله مهاجر میشه یا چقدر طول میکشه؟ پروسه مهاجرتی ببینید بستگی داره که شما که اقدام بکنید. پروسه مهاجرتی معمولا بین 2 سال تا 3 ساله و با خانواده‌اش از همون اول میتونن بیان اونجا یا اینکه بعد از اینکه اگر وارد آمریکا شده باشن قبل از اینکه پرونده رو شروع کنن میتونن تو آمریکا بمونن تا پروندهشون تموم شه. اگر نه که قوانین آمریکایی میگه فعلا بمونید تو کشور مقطع خودتون، مبدا خودتون که کاراتون انجام بشه بتونید بیاین. اون پروسه 2 تا 3 سال طول میکشه. معمولا بین 2 سال تا 3 ساله. خب بازم خوبه، یه وقتی نگاهون خیلی کشورها سالها منتظر میشن تا در خود آمریکا کانادا چندین ساله؟ بالای 5 ساله. خب زیاد دیگه. ولی نه، مال آمریکا بهتره، سرعتش بهتره، کیفیت کارشون هم بهتره و به نظر من با توجه به تنوع هوایی و آب و هوایی که در کشور آمریکا وجود داره انتخاب بله، اونا هم 4 فصل دارن دیگه، مثل زمستون و تابستون و همه چی دارن. اونا همه چی رو دارن و این خوبیش اینه که اگه شما بخواید تو مناطق سردسیر باشید میتونید استانه سردسیر انتخاب کنید، اگه تو مناطق گرمسیر بخواید برید میتونید برید تو مناطق گرمسیر زندگی از اول بکنید، اگه هم مثل هواهای 4 فصل رو بخواید مثل استان واشنگتن انتخاب کنید یا برید بسای الی یا نیویورک، برصد خونه خیلی خوبی هستن، امکانات خوبی رو به هموطنان عزیز میتونن ارائه بدن و علاوه بر کیفیت کاری خب بالا هستن. خب اطلاعات جالبی و امیدوارم کسانی که واجد شرایط هستن میتونن بیان به آمریکا سرمایه گذاری بکنن. جای خوبی است آمریکا، هم که قبلا گفتیم از نظر بیزینسی حرف اول در دنیا میزنه و بنابراین عاقبت به خیر میشن دیگه. امیدواریم که این آبادی و آزادی و آبادی اینجور چیزا در خود کشور خودمون هم باشه که سرمایه گذاران بیان در خود ایران. حالا تا اون روز باید صبر بکنیم. به هر حال از شما سپاسگزارم آقای دکتر که توضیحات بسیار مفیدی دادید. با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که این برنامه رو دارن ضبط میکنن و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو در سرتاسر دنیا میتونن ملاحظه کنن. بله، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظ.